خدا. با سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان، به ویژه سرکار خانم ناصری خواه، ناظر محترم دوره. سرکار خانم ناصری خواه، صدای منو دارید؟ سلام و آرزوی سلامتی استاد گرانقدر سرکار خانم احمد خواه و دانش آموزان عزیز. بله، صداتون هست، در خدمتی. بله، در خدمت شما هستم. با اجازه شما من وب رو قطع میکنم و همچنین چت ها رو میبندم که تمام حواسمون به فایل باشه. توی این درسه با جنبندی درس ریاضی و آمار 3 همراه شما خواهم بود. توی این فایل سعی کردیم که سوالات نهایی پرتکرار سالهای اخیر رو بررسی کنیم. ابتدا بارون بندی رو خدمتون عرض میکنم که فصل 1 5 نمره بهش تخصیص داده میشه، فصل 2 5.5 نمره یعنی تا صفحه 62 نمره و بقیه 3.5 نمره، فصل آخر که بیشترین نمره رو به خودش تعلق میده 9.5 نمره رو داره. ما از همه درسای کتاب سوالات نهایی رو آوردیم و با هم دیگه بررسی میکنیم. از فصل اول درس یک یعنی مبحث شمارش شروع میکنیم. سوال گفته که با توجه به ارقام 2, 8, 3, 5, 7, 9 به سوالات زیر پاسخ بدید. بدون تکرار ارقام هم میخواییم یه سری از اعداد رو تشکیل بدیم. الف گفته که چند عدد 4 رقمی میتوان نوشت؟ خب ببینید، وقتی که ما 4 رقم داریم براش بلافاصله 4 تا جایگاه رو در نظر میگیریم. جایگاه ها رو اینجا تشکیل دادم. از سمت چپ شروع میکنیم ببینیم که چه تعداد حالت هایی رو ما داریم برای این رقم. چند تا رقم داریم؟ 6 رقم داریم. خب آیا محدودیتی برای انتخاب این ارقام وجود داره توی این جایگاه؟ خیر، ما هر کدوم از اینا رو میتونیم انتخاب بکنیم، پس توی این جایگاه 6 تا انتخاب وجود داره که قید کردیم. توی رقم بعدی چند تا انتخاب وجود داره؟ ببینید، ما 6 تا رقم داریم. یکی از رقم‌ها توی جایگاه اول قرار گرفته و قرارم هستش که عددی که می‌نویسیم رقم‌هاش غیر تکراری باشن. پس در واقع از این 6 تا که ما یه دونش رو اینجا به اختیار خودمون گذاشتیم، 5 تای دیگه باقی میمونه برای این جایگاه. خب حالا برای رقم بعدی 2 تا از رقم‌ها رفته برای 2 تا در واقع جایگاه اول، پس از 6 تا 2 تاش کم شده، 4 تای دیگه مونده و برای جایگاه آخر مطمئناً خب از 6 تا 3 تاش رفته، 3 تای دیگه باقی میمونه. این عدد کی تشکیل میشه، کی تکمیل میشه؟ موقعی که جایگاه اول و جایگاه دوم و سوم و چهارم پر شده باشن. خب ببین، چون میگیم و، پس باید بین این حالتایی که نوشتیم ضرب قرار بدیم، یعنی طبق اصل ضرب تعداد کل حالت ها برای این مورد میشه چند تا؟ 6 ضرب در 5 ضرب در 4 ضرب در 3، 6 5 تا 30 تا ضرب در 12 میشه 360 حالت. مورد به گفته چند عدد 5 رقمی یا فرد میتوان نوشت. ببینید اینجا تفاوتی که با مورد الف داره، اینجا یه محدودیت بر ما قائل شده، یعنی ما هر رقمی رو نمیتونیم، هر عددی رو نمیتونیم بنویسیم. ما در واقع عددی رو باید بنویسیم از بین این رقمایی که داریم که فرد باشن و 5 رقمی. خب جایگاه رو در نظر میگیریم، 5 تا جایگاه رو. ببین، همیشه ما برای این سوال ها از شرطی که برامون گذاشته یا از محدودیتی که برامون گذاشته شروع میکنیم. ببین، با قرمز نشون دادم که برای تاکید بیشتر. اگر عدد بخواد فرد باشه، باید رقم یکانش فرد باشه دیگه، یعنی من واقعا باید از همین جایگاه شروع بکنم. نگاه میکنم توی رقمام چند تا فرد دارم. خب 9, 7, 5 و 3، یعنی 4 تا انتخاب برای این جایگاه وجود داره. هر کدوم از اینا رو من میتونم قرار بدم. حالا دیگه ببین، استارت هم از اینجا شروع میشه، بعد دیگه حالا من اجازه دارم، یعنی چراغ سبز میشه که برگردم به اولین رقم سمت چپ که با فلش های سبز رنگ نشون دادم. از سمت چپ که میخوام شروع بکنم، ببین مثل حالت بالا که از اینجا شروع کردیم، حالا دیگه از این 6 تایی که داریم یکیشو مثلا من اگر 9 رو گذاشته باشم اینجا، دیگه 9 رو نمیتونم اینجا بذارم. چرا؟ چون عددم رقمش باید غیر تکراری باشه. از 6 تا یکیش اینجا رفت، 5 تا دیگه باقی نمونه. حالا از 6 تا ببینید 2 تاش رفته، 4 تا دیگه، بعد
برای این جایگاه ببینید سه تا پر شده، خب 6 تا که سه تاش بره سه تا حالت دیگه، و بعد برای آخرین رقمی که من قرار هست انتخاب بکنم از 6 تا 4 تاش رفته و دو تا انتخاب برای این رقم باقی میمونه. مطمئنا این عدد وقتی تشکیل میشه که تمام رقما رو من بنویسم، چون میگم رقم اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم وقتی حرف از و اومد پس بعد بین تعداد حالت ها علامت ضرب بذارم. ضرب که بکنیم اعداد توی هم دیگه 5 4 تا 20 تا، 20 ضرب در 3 60، اینجا هم که 8 داریم ضرب در 8 میشه 480. مورد جیم چند عدد 4 رقمی که رقم یکان آن فقط عدد 8 باشد. ببین باز یه محدودیت برای من گذاشته. چه محدودیت؟ این که رقم یکان منحصراً 8 باشه. یعنی دیگه من واقعاً برای رقم یکان این عدد 4 رقمی هیچ اختیار و انتخابی ندارم. فقط 8 میتونم اینجا بذارم. پس فقط یه حالت. دوباره بعد از اینکه استارت هم از اینجا زدم برمیگردم. برای این جایگاه چند تا انتخاب دارم؟ خب از 6 تا 8 رو من قرار نیست که اینجا بذارم، چون یه بار قرار دادم و عددم باید رقمش غیر تکراری باشه. خب از 6 تا یکی رفته 5 تا انتخاب اینجا میمونه، بعدی 2 تا از رقما رفته 4 تا میمونه، از 6 تا 3 تا رو اینجا گذاشتم پس این جایگاه تنها 3 تا انتخاب برای من باقی میذاره. خب حالا باز از طبق اصل ضرب 5 4 تا 20 ضرب در 3 میشه 60 حالت. سوال بعد یه مجموعه 5 عضوی رو به من داده، گفته چند زیر مجموعه 2 عضوی برای این مجموعه وجود داره. خب ببینید من میخوام 2 عضو از این 5 عضو انتخاب بکنم، یعنی من انتخاب 2 از 5 رو دارم. خب چه انتخابی؟ انتخابی که ترتیب توش مهمه یا اینکه نه؟ میدونیم که توی مجموعه ها ترتیب اهمیتی نداره. وقتی که انتخابم ترتیب توش اهمیت نداشته باشه بعد از فرمول ترکیب برم. ترکیب که همو با نماد سی نمایشش میدیم، حالا یه نماد دیگه هم داره که میگیم اینجوری 2 از 5 می‌نویسیم، توی مثالای بعدی اون نماد رو آوردیم. ترکیب 5 و 2 یا 2 از 5 طبق فرمول میشه 5 فاکتوریال تقسیم بر 2 فاکتوریال ضرب در 5 منهای 2 که میشه 3 فاکتوریال. اگر 5 فاکتوریال رو باز بکنم با توجه به اینکه اینجا 3 فاکتوریال رو دارم، میگم به این صورت بازش میکنم که 3 فاکتوریال رو میکشم بیرون، ضرب در 4 ضرب در 5 می‌نویسم. حالا 3 فاکتوریال هم میره، 2 فاکتوریال هم که همون 1 ضرب در 2 یعنی 2 با 4 اگر ساده بکنیم میشه 2 5 تا 10 تا. حالا یا 5 ضرب در 4 20 به 2 10. پس 10 تا از مجموعه 2 عضوی برای این مجموعه وجود داره. درس بعد احتمال که درس دوم فصل اول هستش. مطمئنن مبحث قبلی یعنی شمارش پیش نیاز احتمال هست با توجه به فرمولایی که داریم. سوال میگه که یه سکه و یه تاس رو با هم پرتاب میکنیم، الف فضای نمونه این پدیده تصادفی رو با اعضایش بنویسید. خب میدونیم که یه سکه و یه تاس چه حالتهایی برشون وجود داره. سکه از یک تا شیش و تاس رو و پشت داره. خب ممکنه که با رو اومدن سکه هر کدوم از اعداد 1, 2, 3, 4, 5 تا 6 بیاد، یعنی رو و 1، رو و 2، رو 3، آر 4 همون منظور در واقع رو هستش، آر 5، آر و 6. ممکنه که تاس پشت بیاد و سکه باز هر کدوم از این حالت ها، پس برای اونا هم باید بنویسیم پی و 1، پی و 2، پی و 3، پی و 4، پی و 5، پی و 6. مطمئنم که تعدادی که نوشتم درسته. چرا؟ چون سکه 6 حالت داره، تاس 2 حالت. 2 6 تا 12 تا عضو من باید اینجا بنویسم، یعنی وقتی مطمئن میشم که همه رو نوشتم که 12 تا باشه. حالا مورد ب گفته احتمال اون که تاس زوج بیاد چقدره. توی فضای نمونه نگاه میکنم اون چیزی رو که از من خواسته یعنی زوج اومدن تاس رو تیک میزنم، اون قسمت ها رو. خب کجا تاس زوج میاد؟ بر وقتی که 2 باشه، 4 باشه، 6 باشه. حالا چه تاسم رو بیاد، چه تاسم پشت بیاد. برای زوج اومدن سکه نگاه میکنم R2، R4، R6، P2، P4، P6. چند تا شد؟ 6 تا. احتمال هر پیش آمدی یا احتمال هر پدیده ای میشه تعداد اون حالت هایی که مطلوب هست ازمون خواسته به کل حالت ها
کل اعضای فضای نمونه که 12 ساده بکن میشه 1/2. مورد جیم احتمال اون که تاس فرد و سکه پشت بیاد. اینجا دیگه برای هر دو مشخص کرده که چیا باید بیان. تاس فرد بیاد یعنی تاس بعد 3-1-5 باشه. سکه هم حتما پشت بیاد. پس من این آرا رو میذارم کنار، روی پشت اومدن سکه بحث میکنم. پی و 1، پی و 3، پی و 5 همون حالتهاییه که مطلوب سوال هستش. که میشه 3 تا حالت به کل حالتها که قبلا شماردیم 12 حالت هست ساده بکنیم شه 1/4. ببین اگر اینجا یا بود دیگه من میتونستم روها رو هم در نظر بگیرم. نمیگه تاس فرد یا سکه پشت، دیگه اینجا میتونم در واقع آر و 1، آر و 3 و آر و 5 رو هم در نظر بگیرم. من تا اینجا دیگه فقط و هست، من مجبورم فقط روی پشتا و فردا فوکوس بکنم. خانواده دارای 3 فرزند است. الف فضای نمونه مناسب برای ترکیب جنسیت فرزندان این خانواده رو بنویسید. ببین این سوال 90% به بالا احتمال اومدنش هست، چون بارها و بارها تکرار شده، فقط توی تعداد فرزندان ممکنه متفاوت باشه. پس اینو خیلی دقت داشته باشید. فضای نمونه رو چطور می‌نویسیم؟ میگیم برای 3 فرزند ممکنه که هر 3 پسر باشه، ممکنه که 2 تا پسر باشه، ممکنه 1 دونه پسر باشه. خب ببینید من هر 3 پسر بودن رو پی و پی و پی نوشتم. بعد وقتی که 2 تا پسر باشه این 1 دونه دختر دیگه، 1 دونه دختر ممکنه فرزند آخر باشه، ممکنه فرزند وسط باشه، ممکنه فرزند اول باشه. پس پی و پی و دی، پی دی پی، یا اینکه دی پی و پی. حالا اگر 1 دونه پسر بیاد، خب 1 دونه پسر یعنی 2 تای دیگه دختر، 1 دونه پسر میتونه فرزند اول باشه یا فرزند دوم باشه یا فرزند سوم، یا اینکه هر 3 دختر باشه. چند حالت شد؟ 8 حالت. چرا؟ چون که ببینید من وقتی که 3 تا فرزند بخوام مشخص بکنم جنسیتشون رو، فرزند اول دختر یا پسر، فرزند دوم دختر یا پسر، فرزند سوم هم همینطور، میشه 2 حالت ضرب در 2 حالت ضرب در 2 حالت که میشه 8 حالت. یعنی 2 به توان تعداد فرزندان همیشه میشه تعداد اعضای فضای نمونه. احتمال اینکه هر 3 فرزند از یک جنس باشن، حالا میخوایم احتمال به دست بیاریم. احتمال میشه چی؟ هر 3 از یک جنس، یعنی هر 3 پسر یا هر 3 دختر. میگیم یا، پس هر دو اینا رو باید در نظر بگیریم. 2 به کل حالت‌ها که 8 هست میشه 1/4. در واقع همین احتمالی که از ما خواسته. این سوال هم باز توی چند دوره پشت سر هم از امتحان نهایی تکرار شده. از جعبه‌ای که شامل 9 سیب سالم و 2 سیب لکه‌دار هست، 4 سیب رو به طور تصادفی برمی‌داریم. مطلوب است محاسبه احتمال. ببین من ادامه سوال رو نمی‌خونم، چون گفت احتمال، پس من باید تعداد اعضای فضای نمونه رو به دست بیارم، تعداد کل حالت‌هامو. تعداد کل حالت‌هامو قبل از این که برم ادامه سوال رو بخونم به دست بیارم که اشتباه نکنم، چون بارها دیده شده که بعد با این تعداد حالت‌ها اشتباه می‌کنید که تعداد کل حالت‌ها چیه. خب تعداد کل حالت‌ها 4 انتخاب از بین کل این سیبا هستش. 4 تا، 2 به علاوه 9 میشه 11 تا، یعنی 4 از 11 انتخاب دارم. ترتیب که اهمیت نداره، نه، پس از فرمول ترکیب میرم. احتمال میشه تعداد حالت‌های که ازمون خواستم به تعداد کل حالت‌ها که من نوشتمش. حالا میگه چی؟ احتمال اینکه 3 سیب سالم و 1 سیب لکه‌دار باشه. از این 4 تا گفته 3 تاش سالم باشه، یکی لکه‌دار. خب پس من 3 تا از این سالما، یعنی 3 تا از 9 تا باید انتخاب بکنم و که اینجا میشه ضرب یکی از این 2 تا لکه‌دار. خب یکی هم از 2 تا. خب 3 تا از 9 تا فرمولش هم میدونیم ترکیب، یک از 2 هم که 2، 84 ضرب در 2 به کل حالت ها 4 از 11 که 330 هست میشه 84، 2 با 330 ساده کردیم 84 به 165. درس سوم چرخه آمار در حل مسئله. ببینید این درس بیشتر توضیح هست، فقط یه نمونه سوال در واقع محاسباتی ازش آوردیم که اونم باز پیش زمینه ای رو از قبل ازش دارید، یعنی در واقع بیس سالهای قبل هستش از آمار.
مراحل چرخه آمار رو حتما بخونید، توی جا خالی ازش سوال میاد. دو تا نمونه رو آوردیم اینجا. الف، راهی برای رسیدن به پاسخ مسئله پیدا می‌کنیم، به نمونه گیری، شیوه اندازه‌گیری متغیر و چگونگی توصیف نتایج می‌اندیشیم. این گام کدوم چرخه آمار رو برامون مشخص می‌کنه؟ بله، اگر که خونده باشید یا مراجعه بکنید، طرح و برنامه‌ریزی. به تعداد اعضای جامعه، خب گفتیم تعداد اعضای جامعه میشه اندازه جامعه، تعداد اعضای نمونه میشه اندازه نمونه. سوال دو، اگر در داده ها داده دورافتاده داشته باشیم، کدوم معیار پراکندگی مناسب معیار پراکندگی دامنه میانچارکی؟ پس وقتی داده دورافتاده داریم، دامنه میانچارکی از معیار پراکندگی برای تحلیل داده ها مناسبه. مورد ب، فعالیت داده ها رو گردآوری می کنیم و تا حد ممکن از درستی آنها مطمئن می شویم. مربوط به کدوم گامه؟ گام سوم. توی توضیحاتش هم مشخصه دیگه، گردآوری داده ها، یعنی گردآوری و پاکسازی داده ها برای این گام از چرخه آمار هستش. این سوال هم با سوال مهمیه. برای توصیف داده های کیفی، گزارش درصد باید همیشه با گزارش تعداد همراه باشه. توی کتابتون داشتید اینو. حالا بعدی از این درس که محاسباتی هست، در نمونه گیری زیر میزان مصرف آب 9 خانوار در یک دوره بر حسب متر مکعب به دست آمده است. میانه چارک اول و چارک سوم رو مشخص بکنید. خب میزان مصرف 9 خانوار به این شرط داده شده. میدونیم که برای میانه و چارک ها ما باید داده ها رو به ترتیب صعودی، یعنی از کمتر به بیشتر مرتب بکنیم. خب شروع میکنم کوچکترین داده 30، بعدی 40، بعدی 50، 65، 70، 75، 110، 120 و آخری هم 130. میانه چه داده‌ایه؟ نگاه میکنیم، از اسمش هم مشخصه، میانه یعنی اون داده وسط، داده میانی. نگاه میکنیم تعداد داده ها چند تا هستش؟ خب گفته 9 تا. وقتی تعداد فرد باشه کاملا مشخص داده وسط، اون داده ای که نصف داده ها ازش کوچیک‌تر و نصف داده ها ازش بزرگتر میشه میانم. خب 70 که این خاصیت رو داره دیگه، ببین 4 تا ازش کوچیک‌تر، 4 تا ازش بزرگتر، بلافاصله میانه رو مشخص میکنه. برای چارک ها، چارک اول میشه داده های قبل از میانه رو در نظر میگیریم، یعنی این 4 تا چارک اول میشه میانه اینا، یعنی انگار ما فقط همین 4 تا رو داشته باشیم، میخوایم میانه شون رو مشخص بکنیم. خب میگی میانه میشه داده وسط، اینجا که 4 تا داده وسط کجا اینجا باید قرار بگیره؟ بین 40 و 50. وقتی که تعداد داده ها زوج هستش و ما به این مشکل برمیخوریم که دقیقاً مشخص نیست کدومه، باید اون دو تا داده وسط رو ازش میانگین بگیریم. یعنی چارک اولمون میشه چی؟ میشه 40 به علاوه 50 تقسیم بر 2، میانگینشون میشه جمعشون تقسیم بر تعدادشون که دو تا هست دیگه، یعنی 90 به 2 که میشه 45. چارک سوم هم همینطور، بعد از میانه، ببینید چارک اول قبل از میانه هست، میانه رو خودش بهش میگیم چارک دوم، سوم هم خب مطمئنن بعد از میانه باید باشه. این 4 تا داده رو در نظر میگیریم، میانه کجاش قرار میگیره که بشه چارک سوم؟ اینجا باید قرار بگیره. خب آیا مشخصه؟ نه، مثل قبل باید میانگین دوتا رو به دست بریم، 110 به علاوه 120 که میشه 230 به 2 میانگینشونه دیگه میشه 115. پس به این صورت میانه چارک اول و چارک سوم رو برای داده ها مشخص کردیم. فصل دوم، الگوهای خطی. درس اول مدل سازی و دنباله، که این سوال هم باز معموله که میاد. سه تا دنباله رو بهمون داده با این فرمولا، BN به این صورت، CN و DN. گفته حاصل B4 D2 منهای C1 رو به دست بیارید. ما حتی اگر هیچی از ریاضی ندونیم، ببینید اینجا واقعا نیاز به هیچ استدلالی نیست، به هیچ هوش خاصی نداریم، فقط این که BN اینجا B4 به جای N چی نشسته؟ 4. پس توی فرمولش من باید به جای N بذارم 4. خب بلافاصله B4 به جای N 4 قرار میدم، منفی 1/2 خودش، به جای N که 4 بذاریم 4/2 منهای 1، خب میشه 2 منهای 1 که 1 هست، یعنی منفی 1/2 به توان 1 منفی 1/2. C
n رو داریم c1 رو خاصه، یعنی به جای n باید بذاریم 1 توی فرمول. به جای n که بذاریم 1 میشه 1 به روی 3 ضرب در 1 منهای 1. فقط به جای n گذاشتم 1، میشه 1 به روی 3 منهای 1 2، یعنی 1 2. d2 توی فرمول به جای n میذاریم 2، میشه 2 به توان 2. ببینید این dn 2 به توان 2 به علاوه 1 یعنی میشه 5. حالا جایگذاری میکنم، b4 منفی 1 دوم، d2 5 و c1 هم که 1 دوم هست، حاصل برابر میشه منفی 1 دوم به علاوه 5 منهای 1 دوم که میشه منفی 1 به علاوه 5 4. به راحتی میتونید از این سوال نمره بگیرید. درس دو، دنباله های حسابی. این سوال 100% یعنی حالا فقط با تغییر عددهایی که داریم حتما تضمین میکنیم 100% از این سوال توی امتحان میادش، فقط حالا عدداتون متفاوته، شیوه کار رو دقت بکنید. 11 جمله یک دنباله حسابی 52 و جمله 19 اون 92 هست، جمله 30 این دنباله رو مشخص بکنید. خب ما یه فرمول برای اختلاف مشترک دنباله حسابی داریم. اختلاف مشترک هم که میدونید چیه، دنباله حسابی یک سری اعداد پشت سر هم دیگه ان که عددهای پشت سر هممون اختلافشون ثابته، یعنی مثلا دوتا رفتن بالا یا حالا منفی یک رفتن بالا، به این صورت. اینو با دین نمایش میدیم، اختلافی که جملات متوالی با هم دیگه دارن. وقتی دوتا جمله از دنباله حسابی رو داشته باشیم و شماره های اون جمله ها هم داشته باشیم، دیمون رو به این صورت به دست میاریم. مقدار جمله 19 هم 92 هست، مقدار جمله 11 هم 52. تفاوت اینا به تفاوت شماره هاشون. دقیقا 92 جمله 19 همه که زیرش می‌نویسیم، منهای 11 هم که مربوط به 52. 92 منهای 52، 19 منهای 11. صورت میشه 40، مخرج 8. 40 به 8 میشه 5. دی رو به دست آوردم. حالا ببینید، یه راه دیگه هم مطمئنن باش آشنایی دارید. فرمول جمله 11 و 19 همه دنباله رو به این صورت می‌نویسیم، میتونیم از حل دستگاه دی رو به دست بریم که اینجا خیلی راحت تر این فرمول رو استفاده بکنید. برای آ چی کار بکنیم؟ ما میدونیم هر جمله از دنباله رو بخوام به دست بریم باید جمله اول و دیش رو داشته باشیم. دیش رو به دست آوردیم. برای آ یه فرمول یکی از اینا رو می‌نویسم، مثلا برای 52. خب 52 برابر هست با آ به علاوه جمله 11 هم بود دیگه، یکی ازش کم کنم ضرب در دی. دی رو هم دارم چنده؟ 2. خب آ1 به علاوه 10 در ببخشید دیمون 5، در 5 میشه 50. حالا 52 منهای 50 آ میشه چی؟ آ میشه 2. پس آ به همین صورت به دست میاد. آ رو دارم، دی رو دارم. جمله 30 فرمولش چی میشه؟ ببینید جمله انم آ ان شه آ علاوه ان منهای 1 در دی. حالا اگر ان 30 باشه، آ هم 2 باشه، دی هم 5 باشه، به این صورت 2 به علاوه 3 منهای 1 29 ضرب در 5 که جواب میشه 147. ببین هر عددی که بیاد توی این سوال هیچ فرق نمیکنه، روش همینه. هشتمین جمله یک دنباله حسابی 65 و جمله 16م اون 105. جمله 29م رو به دست بیارید. خب باز مثل قبل میگیم که مقدار جمله ها رو از هم کم میکنم توی صورت 105 منهای 65 تقسیم بر تفاوت شماره ها 16 منهای 8. حاصل میشه چی؟ 105 منهای 65 خب که میشه 40 تقسیم بر 8 5. این قسمت نیم نمره بهش تعلق گرفته. بعد جمله 29 رو میخواد، من بعد آ1 رو هم داشته باشم دیگه. آ1 رو چطور به دست بیارم؟ فرمول یکی از اینا رو مینویسم، یا جمله 8م رو یا 16م. جمله 8م فرمولش چیه؟ آ8 میشه آ1 به علاوه n منهای 1، یعنی 8 منهای 1 در دی که 5. خب یعنی آ1 به علاوه 7 5 تا 35 تا آ8 هم که 65. پس آ1 میشه چی؟ 65 منهای 35 که میشه 30. آ1 که به دست بیاد، دی هم که داشته باشیم، شماره جمله هم که بهمون داده 29، مقدارش رو به دست میاد. آ 29 میشه آ1 سی به علاوه 29 منهای 1 یعنی 28 ضرب دی که بر سی به علاوه 28 ضرب در 5 که مقدارش برابر میشه با
70. سوال بعد واسطه حسابی هست. گفته سه عدد رو به گونه میان اعداد 2 و 18 قرار بده که یه دنباله حسابی رو تشکیل بده. ما خودمون دو تا جمله رو داریم که بهمون داده شده، سه تا هم میخوایم بین اینا قرار بدیم. اولی 10 در نظر میگیرم، سه تا هم بین اینا قرار باید بدم، میرسم به 18 که جمله آخره. چند تا جمله اینا داریم پس؟ 5 تا جمله. یه فرمول خیلی راحت میتونیم اختلاف مشترک رو به دست بیاریم، چون من اگر اختلاف مشترک رو داشته باشم یعنی بدونم این به علاوه یا منهای چه مقدار میشه، بعدی ها خیلی راحت به دست میاد. توی دو تا سوال قبل ما دو تا جمله رو داشتیم با شماره هاشون، دی رو چطور به دست آوردیم؟ اینجا هم همینطور. فرض میکنیم در جمله اول هم باشه 18 جمله پنجم، ببین 1 2 3 4 5. فرمول چی میگفت؟ میگفت تفاوت مقدار این دو تا به تفاوت شماره هاشون، یعنی 18 منهای 10 به 5 منهای 1 که شماره شون میشه. 18 منهای 10 8، 5 منهای 1 4، 8 به 4 2. خب یعنی 10 به علاوه 2 بکنم که این جمله به دست بیاد میشه 12. 12 به علاوه 2 14، 14 به علاوه 2 16، 16 به علاوه 2 واقعا میشه 18 دیگه. پس سه تا جمله وسط میشه این سه تا عدد. ممکنه بگین خب من از یه راه دیگه میگم، یعنی میگم 18 میشه جمله پنجم، فرمول جمله پنجم رو می‌نویسم با این فرض که 10 جمله اولم باشه. خب 18 میشه جمله اول 10 به علاوه n منهای 1 یعنی 5 منهای 1 4 در دی، و از اینجا دی رو به دست میارم. هیچ فرقی با این فرموله نمی کنم. مجموع 20 جمله اول دنباله 35 31 27. ما یا واسطه حسابی داریم یا اون دو تا تیپ سوال اول که یک جمله از دنباله رو ازمون میخوان، یا اینکه مجموع. مجموع رو به چه صورت به دست میاریم برای دنباله حسابی؟ خب فرمول جمع دنباله حسابی چی میشه؟ S n برابر هست با n دوم ضرب در 2 a به علاوه n منهای 1 در d. ببینید ما دو تا فرمول داریم برای جمع دنباله حسابی، یکی S n مساوی با این، یکی S n برابر با n دوم آیه که به علاوه آن. حالا آیا من میتونم از فرمول دوم استفاده بکنم؟ خیر، چون من جمله بیستم رو که آخرین جمله هست قرار به جای آن قرار بگیره ندارمش، پس مجبورم از این فرمول باز شده استفاده بکنم. ان رو دارم که 20، آیک رو هم دارم 35، دی رو هم دارم، پس باید توی این فرمول قرار بدم که همه چی مشخص باشه. اس 20 n 20 دیگه، باز n 20 به 2، 2 ضرب در آیک چیه 35 به علاوه n 20 منهای 1 ضرب در d چیه 35 با 31 اختلافشون چقدره؟ خب میگیم 31 رو جمله بعد رو منهای جمله قبل میکنم، 31 منهای 35 میشه منفی 4. این میشه اختلاف مشترکشون دیگه. جایگذاری که بکنم حاصل برابر میشه با 20 تقسیم بر 2 10، اینجا هم که 70، 76 اینجا، و حاصل برابر میشه با منفی 6 در 10 منفی 60. مجموع 30 جمله اول اعداد طبیعی فرد. خب ببین اینجا هیچ دنباله‌ای به ظاهر ندارید مثل سوال قبل، ولی میدونیم اعداد فرد چطورن؟ 1 3 5 7 تا آخر. اینجا باز از کدوم فرمول باید استفاده بکنم؟ باز از فرمول قبلی، چون من جمله سیوم رو ندارم. چیا رو دارم؟ n رو دارم که گفته 30 تاش، a رو دارم که 1، d رو دارم میدونم اختلاف اعداد فرد دوتا دوتا هستش دیگه. جایگذاری میکنم n 30 به 2، 2 ضرب در 1، باز n 30 منهای 1 بیام که 2 هستش. 15، 2 به علاوه 29 ضرب در 2 58، 58 و 2 میشه 60 ضرب در 15 900. خب از دنبالای حسابی تمام تیپ سوالا رو بررسی کردیم. بریم سر دنباله هندسی که الگوهای غیر خطی هستن. دنباله حسابی از قبل میدونیم که فرمولشون شبیه به فرمول خط هست، ولی توی دنباله حسابی همچی چیزی نیستش. سوال با توجه به دنباله روبرو سوالات زیر را پاسخ دهید. دنباله که داریم 2 پنجم، 1 پنجم، 1 دهم تا آخر.
الف نوع دنباله رو مشخص کنید و نسبت مشترک اون رو به دست بیارید. درسته ما اینجا نوشتیم دنباله هندسی، ولی خب توی امتحان که باید خودمون تشخیص بدیم. اگر تیز باشید، ببین حتی اگر ندونین این با یه مقداری اضافه شده یا با یه مقدار کم شده جمله بعدی یا ضرب و تقسیم شده جمله بعدی، یعنی برای تشخیص حسابی هندسی بودن، اگر به مشکل برمیخورید دقت بکنید. اینجا ببین تو صورت سوال خودش راهنمایی کرده، گفته نسبت مشترک. ما میدونیم توی دنباله حسابی ما میگیم اختلاف مشترک چون اونجا اختلاف داره، ولی اینجا نسبت یا ضرب یا تقسیم میشه جملات و جمله بعدی به دست میاد. پس دنباله هندسیه، نوع دنباله بدون اینکه ما فعلا بررسی کنیم مشخص شد از این راهنمایی که کرده. حالا نسبت مشترک از اسمش مشخصه دیگه، نسبت یعنی جمله بعدی رو تقسیم بکن به جمله قبلی. یک پنجم رو اگر تقسیم بر دو پنجم بکنید، دور در دور نزدیک در نزدیک میشه یک دوم، که میدونیم نسبت مشترک تو دنباله هندسی رو با آر نمایش میدیم، یعنی عددی که جملات دنباله درش ضرب میشه و بقیه به دست میاد، یک دو. به جمله عمومی، فرمول جمله عمومی رو باید حفظ باشید. برای هندسی آن میشه آ1 در آر به توان المن های 1، آر همون نسبت مشترکه، این آ1 هم که جمله اول هستش. خب به جای آ میذارم دو پنجم جمله اول، آرم یک دومه، انمن های یکم که خودش، چون به هر حال این فرمول برای تمام جملات دنباله باید عمومیت داشته باشه دیگه، انه باید خودش باشه دیگه، کاری نمیتونم بکنم ساده تر از این نمیتونم بنویسمش. مجموع 20 جمله اول این دنباله، باز ببین برای هندسی ها من یه فرمول دارم، اس ام میشه آ در یک منهای آر به توان ان تقسیم بر یک منهای آر. مجموعه 20 جمله رو میخواد، اس 20 ببخشید اینجا به اشتباه 10 رو گذاشتیم، آ1 چیه؟ دو پنجم ضرب در یک منهای آر یک دوم به توان ان که 20 هست تقسیم بر یک منهای آر یعنی یک منهای یک دوم، مساویه با دو پنجم خودش، یک منهای یک دوم همیشه یک دوم. دور در دور نزدیک در نزدیک که بکنیم دو تا عدد مشخص رو ببینیم میشه 4 ضرب در 5 یعنی 4 پنجم. این صورت ولی خب ما نمیتونیم از ساده تر بکنیم، یک دوم به توان 20 که واقعا نیاز به محاسبه نداره، اینو به همین صورت می‌نویسیمش 4 پنجم ضرب در این مقدار. باز شبیه به سوالات دنباله حسابی، دو تا جمله از دنباله هندسی رو بهمون داده، یکی از جملات از مون خواسته. جمله سوم یک دنباله هندسی 9، جمله 243 جمله 10 مشخص بکنه. خب ما اینجا ببینید حتما بایستی فرمول جملاتی که داریم رو بنویسیم. جمله سوم نوه، فرمول جمله عمومی دنباله، برمیگردیم بگیم اسلاید آن مساویه با آ در آر به توان ان منهای 1. خب آسه میشه آ1 ضرب در آر به توان 3 منهای 1 یعنی آ در آر 2. خب جمله ششم 243، باز اینجا جایگذاری اگر بکنم توی فرمول، جمله ششم، خب آشش برابر هست با آ1 ضرب در آر به توان 6 منهای 1 5. ببینید 243 که جمله ششم بود مقدارشو داریم، آ ضرب در آر به توان 5، نه آ رو داریم و نه آ رو، یعنی جمله اول و نسبت مشترک مجهول هست. چیکار بکنیم برای به دست آوردنش؟ خب ببین همیشه ما اون جمله بزرگه رو توی صورت می‌نویسیم، جمله کوچیکه رو توی مخرج، یعنی اینا رو تقسیم می‌کنیم دو طرف این تساوی رو. آ در آر 5 به آ در آر 2 مساوی با سمت چپم به همین صورت تقسیم می‌کنیم 243 به 9. سمت راست آ خط سمت چپ آ خط می‌خوره آر به توان 5، آر به توان 2 میشه آر به توان 3. 243 به 9 میشه 27. خب حالا اینجا ما میتونیم آر رو به دست بیاریم دیگه، یه مجهول فقط داره، چه عددی به توان 3 میشه 27؟ خب مطمئنن 3 دیگه، 3 که به توان 3 میشه 27، پس آر میشه 3. آر رو داریم، جمله اول رو چطور به دست بیاریم؟ توی یکی از این دوتا معادله میذاریم، تو جمله بالایی
جمله سوم دنباله، اگر آر رو قرار بدم سه میتونیم آیک رو به دست بیاریم. خب آر رو میذاریم سه، سه به توان دو میشه نو. ببینید نو تقسیم بر نو میشه یک، یعنی جمله اول آیا آیک فرق نمی کنه. اینجا یکشان ازاشتیم برای که فرمول شلوغ نشه. آیک به دست میاد یک. جمله دهم رو خواسته، جمله دهم طبق فرمول میشه آیک ضربه در آر به توان ده منهای یک نو. خب آر رو داریم سه، جمله اولم یک، یک ضرب در سه به توان نو میشه سه به توان نو. مثل دنباله حسابی، دنباله هندسی هم واسطه داره. واسطه هندسی که تعریفش رو میدونیم، اگر که ما سه تا جمله از دنباله هندسی رو داشته باشیم، واسطه هندسی این سه تا به این صورت هست. مثلا اگر x، x به علاوه 2 و x به علاوه 3 سه جمله متوالی یک دنباله هندسی باشن، مقدار x رو به دست داریم. ما اینجا از خاصیت واسطه هندسی میریم. سه تا جمله متوالی دنباله هندسی خاصیتشون اینه که جمله وسطش به توان 2 میشه حاصل ضرب دو تا جمله کنار. خب یعنی x به علاوه 2 که جمله وسط به توان 2 باید بشه x ضرب در x به علاوه 3. حالا به وقتی من یه تساوی داشته باشم یا معادله داشته باشم، میتونم مقدار مجهول رو به دست بیارم. سمت چپ مربع دو جمله‌ایه، اولی به توان 2 x2، دومی به توان 2 4، حاصل ضرب اینا 2x، دو برابرش میکنم میشه 4x، میشه مربع دو جمله. سمت راستم که x رو ضرب باید بکنم تو این پرانتز، x ضرب در x میشه x2، x ضرب در 3 میشه 3x. حالا x2 با x2 خط میخوره، 3x میاد سمت چپ، یعنی 4x منهای 3x میشه x، 4 هم میره سمت راست میشه منفی 4. ببین از این معادله که باقی موند، معادله درجه 1 x حاصل میشه. یعنی اگر x منفی 4 باشه دیگه این سه تا جمله‌ای که داریم دنباله هندسی رو تشکیل میدن. چه به این صورت بهتون بگن مقدار x رو به دست بیارین، چه بگن که طوری مشخص بکنید که این سه تا دنباله هندسی باشند، یا این که بگن واسطه هندسی این سه تا جمله رو به دست بیارید، هر سه روشش همینه چون هیچ فرقی با هم دیگه نداره. در یک دنباله هندسی جمله اول 1024 نسبت مشترک یک دومه، چندمین جمله دنباله 64. ببینید توی سوالی که قبلا حل کردیم، اینجا یه جمله رو ازمون خواسته، یعنی شماره جمله رو داده، گفته جمله دهم چیه، ولی اینجا ببینید خود جمله رو داده که 64 شمارش رو ازمون میخواد. خیلی هم راحت تمام اطلاعات و مستقیم بهمون داده. جمله اول نسبت مشترک آر هست، مقدار جمله هم که مشخصه، تنها مجهولی که داریم ان هستش. خب فرمول جمله عمومی رو می‌نویسم، آن میشه آ در آر به توان ان منهای 1، به جای آن 64، به جای آ جمله اول 1024، به جای آر 1/2. خب ان منهای 1 هم که خودش، چون ان مجهول واقعی تساویمون هست، اگر 1024 رو بیارم سمت چپ، یعنی تقسیم بکنم 64 به 1024 میشه 16، میشه یک ببخشید به روی 16. خب یک به روی 16 میشه یک دوم به توان 4. چرا گفتم به صورت یک دوم به توان 4 می‌نویسم؟ ببین وقتی 1024 رو بیارم سمت چپ میشه یک به روی 16، سمت راست میشه چی؟ یک دوم به توان n منهای 1. چون سمت راست پایش یک دومه، سمت چپ یک به روی 16 رو هم به صورت پایه یک دوم می‌نویسم. یعنی 16 که میشه 2 به توان 4، یک هم که همینطور میگیم یک دوم به توان 4. حالا اینا رو مقایسه میکنیم، پایه ها یکی هن، بینشون هم تساویه، پس مجبوره توان ها هم یکی باشه. یعنی n منهای 1 هم مجبوره بشه 4، پس n میشه چی؟ 1 رو میبریم سمت راست، 4 به علاوه 1 5. شماره جمله مشخص شد. همیشه باید توی این در مدل سوالای دنباله هندسی اون مقداری که به دست میارید رو با پایه این ور مساوی قرار بدیم. اینجا آر هر چیزی که باشه، شما این ور باید یه جوری در واقع پایه رو مرتب بکنید که شبیه به آر بشه، شبیه پایه سمت راست بشه.
درس دوم از فصل 3 ریشه انوم و توان گویا. سوال 1، جای خالی را کامل کنید. ریشه های 4 عدد 16. ما میدونیم که ریشه های زوج یک عدد مثبت 2 تا هستش. ریشه 4 16 هم پس باید 2 تا باشه. چه عددی به توان 4 میشه 16؟ 2. دیگه چی؟ قرینش هم همینطوره دیگه. چه ما 2 رو به توان 4 برسونیم، چه قرینش رو به توان 4 برسونیم. هر عدد منفی به توان زوج هم باز میشه مثبت. پس من کافی مثبت رو پیدا کنم، یه منفی در ضرب میکنم، اون یکی ریشش هم به دست میاد. سوال بعدی که باز زیاد تکرار میشه، عبارت تواندار را به صورت رادیکالی و عبارت رادیکالی را به صورت تواندار بنویسید. مورد الف 12 به توان 2/3، مورد ب رادیکال که میخوایم به صورت توانی بنویسیم. 12 به توان 2/3 رو بخوام رادیکالی بنویسم، ببین وقتی توان کسری باشه یا گویا باشه، این پایه رو که 12 هست میبرم زیر رادیکال. حالا نگاه میکنم به توان، صورت کسر میشه توان این مقداری که نوشتم، مخرجش میشه ریشه رادیکال. ببین رادیکال از قبل گذاشتیم دیگه، 12 هم که پایه زیرش قرار دادیم، حالا این 2 که صورت میاد توانش و 3 که مخرج میاد ریشش. مورد به رادیکال هست، باید به صورت توانی بنویسم. میدونم که حتما توانش باید گویا یا کسری باشه، چون من در واقع رادیکالا رو اگر بخوام به صورت توانی بنویسم، توان گویاه. اینجا هم باز ببین برعکس این، در رو که زیر رادیکال هست و توان داره میارم پایه قرار میدم. اینجا توان چی بود؟ همون صورت کسری که توی توان می‌نویسم. خب یعنی 1/2 باید بیاد توی صورت قرار بگیره، 8 هم توی مخرج. 1/2 تقسیم بر 8 میشه 1/16، یعنی میشه 10 به توان 1/16. میتونید با جزئیات هم بنویسیدش، در واقع 1/2 روی 8 که میشه دور در دور، نزدیک در نزدیک، 1/16 برای توان 10. سوال 3، حاصل عبارت های زیرا به ساده ترین صورت ممکن بنویسید. M و N اعداد حقیقی مثبت هست. مورد الف به این صورت هست، دو تا پرانتز ضرب شده با یه سری توان ها، توی پرانتز هم باز ضرب داریم. خب ببینید وقتی که چند تا مقدار توی همدیگه ضرب بشن کلش یه توان داشته باشه، ما میدونیم که توان برای تک تک اینها باید نوشته بشه. یعنی M به توان 3/4 ضرب در چی؟ به توان 2، که میدونیم وقتی که باز دو تا توان داشته باشن توانا تو هم ضرب میشه. یعنی M به توان 3/4 وقتی که باز یه توان 2 میگیره و ضرب در 2 بشه توانش. خب 3/4 ضرب در 2 الان صدا هست؟ شیر صفحه؟ خب این سوال رو مجدد تکرار میکنم. حاصل عبارت های زیر به ساده ترین صورت ممکن بنویسید.
دو تا پرانتز داریم n و t. ضرب در n به توان 2 ضرب در n به توان 3 باز توان 1. میدونیم اگر من یه پرانتز داشته باشم برای تک تک اینا ضرب بشه، یعنی در نظر گرفته بشه در واقع، یعنی n به توان 3 4م توان دو باز داره، n به توان 1 دوم هم یه سری صدا قطع شد، یه سری هم شیر فال به مشکل برخورد. الان دیگه با صدا و تصویر هر دو تکرار میکنه. نگاه بکنید به صورت سوال مورد الف. ام به توان 3 4 ضرب در ام به توان 1 2 به توان 2 ضرب در M2 ضرب در M به توان 3 به توان 1 2. خب ببینه وقتی که به این صورت داریم، یعنی یک در واقع پرانتز داریم که بینشون ضرب هست به توان رسیده باشه، باید این توان برای تک تک اینا گذاشته بشه، یعنی M به توان 3 4 به توان 2 N به توان 1 2 به توان 2. از طرفی میدونیم که اگر یه مقداری دو بار به توان برسه خودشو مینوسیم تواناش رو تو هم ضرب میکنیم. حالا اینجا نگاه بکنید، ام به توان 3 4 به توان 2 که برسه، یعنی تواناش باید تو هم ضرب بشن. 3 4 ضرب در 2، 2 با 4 مخرج میره میشه 3 دوم. ام به توان 1 دوم باز به توان 2 اگر برسه توانا تو هم ضرب میشن، یعنی 2 ضرب در 1 دوم، 2 ساده میشه میشه 1. برای دوم پرانتز هم همینطور، چون ضرب بینشون ام 2 به توان 1 دوم میرسه، یعنی ام به توان 2 ضرب در 1 دوم که میشه 1، n به توان 3 به توان 1 دوم 3 ضرب در 1 دوم میکنیم برای توان n که میشه 3 ضرب در 1 دوم میشه 3 دوم. حالا ببینید بینشون ضرب همه دیگه، توی ضرب پایه ها مشترک باشن توانا رو با هم جمع میکنیم، دو تا m رو در نظر میگیریم تواناشون جمع باید زده بشه 3 دوم و علاوه 1 میشه 5 دوم. n و n رو اینجا در نظر میگیریم، یه بار توان 1 یه بار 3 دوم، یک به علاوه 3 دوم میشه 5 دوم. حالا باز ببینیم میتونیم ادامه بدیم دیگه، یعنی هنوز باز این میشه جمع و جورتر خلاصه تر شده بنویسیم. پایه ها مخالفن ولی توان ها یکی هست، بینشون هم ضربه. توی ضرب وقتی که توان مشترک باشه خود توان رو میمیسیم، پایه ها رو توی همدیگه ضرب میکنیم، M ضرب در M میشه M و توان 5 دوم. حالا میرسونیمش در واقع به صورت رادیکالی، تا همینجا هم بنویسی کافیه، ولی خب حالا میتونیم به این صورت هم بنویسیم، یک در واقع مروری بشه تبدیل توان به رادیکال. ام انوم خودش صورت این کسب باید بیاد توانش، مخرجش که دوه باید بیاد ریشه. میدونیم که وقتی رادیکال ریشش دوه یا فرجش دوه دیگه نیازی به نوشتن نداره. مورد به 8 به توان 2 هفتم ضرب در 3 دوم به توان 2 هفتم. اگر دقت بکنید اینجا توانا مشترکه مثلا، خب پایه ها رو توی همدیگه باید ضرب کنیم، یعنی 8 ضرب در 3 دوم، 2 با 8 میره میشه 4، 4 3 تا 12 به توان 2 هفتم. واسه اینجا میتونیم به صورت رادیکالی بنویسیم 12 خودش زیر رادیکال. این کسری که توی توان قرار گرفته ببینید چه در واقع عملیات روش انجام میدیم، 2 میاد توی توان 12 و 7 هم میاد ریشه این رادیکال قرار میگیره، 12 به توان 2 هم که میشه 144 با فرجه 7. درس 3 تابع نمایی.
این سوال ببین رسم تابع نمایی به احتمال 90% به بالا میاد. معمولا هم ببین پایه تابعی که بهتون میدن حالا بارها دو تکرار شده، حالا فوقش سه باشه. چیکار میکنیم برای رسم تابع نمایی؟ افتاد نمودار مختصاتی تابع نمایی وای مساوی با 2 به توان x رو رسم بکنید و کاهشی یا افزایشی بودن اون رو بیان بکنید. 2 به توان x من اگر بخوام رسمش بکنم با نقطه یابی، 3 تا مقدار رو بهش میدم. این 3 تا مقدار هر تابع نمایی که داده شده بهتون، همین 3 تا مقدار رو برای x امتحان بکنید. -1, 0, 1. -1 رو اگر به جای x بذارم 2 به توان -1. توان که منفی باشه باید بیاریم توی مخرج توانش رو مثبت بکنیم. یعنی 2 به توان -1 میشه 1 بر روی 2 به توان 1 که میشه 1/2. 0 رو اگر به جای x قرار بدم، یعنی 2 به توان 0 یا هر عدد مخالف 0 اگر به توان 0 برسه میشه 1. 2 به توان x اگر 1 بذارم 2 به توان 1 که میشه 2. حالا این نقطه هایی که داریم رو 0 و 1، 0 اینجا 1، این میشه این در واقع نقطه. -1 1/2، -1 x 1/2 اینجا 1 و 2، 1 2. حالا نگاه میکنیم از چپ به راست، این 3 تا نقطه رو اگر به هم وصل بکنیم میشه تابع نمایی 2 به توان x که مطمئنن افزایشیه. این نکته رو هم میدونیم که اگر پایه تابعی که داریم، نمایی که داریم بیشتر از 1 باشه میشه افزایشی. اگر بین 0 و 1 باشه، مثلا 1/2 بود یا 1/3 بود، اون موقع دیگه میشد کاهشی، برعکس اینجوری رسم میشد. مبحث آخر، رشد و زوال تابع نمایی. باز ببین، یا از رشد سوال میاد یا از زوال تابع نمایی سوال میاد. از هر دو نوع رو اینجا ارائه دادیم سوالش رو. جمعیت یک روستا در سال 1396 حدود 2000 نفر برآورد شده. اگر رشد جمعیت این روستا با نرخ 1% در حال کاهش باشد، جمعیت اون رو در سال 1398 بگید که چند نفر خواهد بود. فرموله ببین اینجا چون در حال کاهش نرخ کاهشی رو گفته، فرمول زوال رو می نویسیم. اف تی مساوی با سی در یک منهای آر به توان تی، که اینجا آرمون همون نرخ کاهش هست، تی اون مدت زمانی که تغییرات رو ازمون خواسته، سی هم اینجا مقدار اولی است. خب جمعیت در سال 96 گفته 2000 تا، پس مقدار اولی جمعیت 2000 تا است. نرخ رشد جمعیت کاهشی بوده که فرمول کاهشی رو نوشتیم. آرش چقدر؟ 1%. ببینید 1/100 میشه 1/100 دیگه. 1/100 هم به جای آر قرار میدم. 2000 1 منهای 1/100. این تیه اینجا چیه؟ تو چه مدت زمانی خواسته از 96 تا 98 که میشه 2 تا. پس تی میشه 2، یعنی اف 2 رو میخواد. 2000 سی 1 منهای آر 1/100 به توان 2، 1 منهای 1/100 99% به توان 2 اگر برسونیم و ضرب در 2000 بکنیم میشه 1962 دهم. پس این برای نرخ کاهشی یا در واقع زوال تابع نمایی. این یه مقدار به توان تی دیگه، این در واقع همون تابع نمایی هست. جمعیت شهری در سال 2018 میلادی حدود 1,000,000 نفر برآورد شده. اگر رشد جمعیت این شهر با نرخ 10% در حال رشد افزایش باشه، جمعیت اون در سال 2020 چند نفر خواهد شد؟ خب اینجا فرمول افزایش رو می‌نویسیم. به جای منفی که داریم باید مثبت قرار بدیم، چون داره افزایش پیدا میکنه دیگه، باید جمع بشه. باز FT مساوی با C در 1 به علاوه R به توان T. C مقدار اولی است که گفته 1,000,000. R چقدر؟ گفته نرخ 10%، 10/100. خب صفر را که با هم دیگه میرم میشه 1/10. یک هم که خودش ثابته، اینجا هم جمع. حالا ما تی رو میخوایم. 2018 تا 2020 میشه چقدر؟ میشه 2. اینجا باید 2 رو میذاشتیم، جا به درستی گذاشتیم. خب میشه 1,000,000، 1/11 به توان 2. خب اینجا میشه 1 و 1/10 به توان 2، 11 به توان 2 121. دو رقم اشار داره 1 و 21 ضرب در 1,000,000 که میشه
1,210,000. به این صورت از تمام درس هایی که داشتیم سوالات پرتکرار بررسی شد. بعضی از این سوال ها مخصوصا سوال دنباله هندسی که داشتیم، اولین سوالی که دو تا جمله، این سوال چندین بار تکرار شده، حتی با همین اعدادی که داریم، با همین شماره ها، یعنی 11, 52, 19, 92 جمله سیوم رو به دست بیارید. دارم این تیپ سوال 100% میاد، برای دنباله هندسی هم همینطور، که دو تا یا به این صورت که جمله رو مستقیما ازتون میخوان، یا اینکه حالا دو تا جمله رو بهمون میدن و مثلا این جمله دهم رو میخواد که روش حل یکیه، فقط این اعدادی که اینجا قرار میدیم با هم دیگه متفاوتن. امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید. اگر که اشکالی دارید یا سوالی دارید از فایل، از اسلایدهای سوالاتی که بررسی شد، میتونید مطرح بکنید. هر کی سوال داره میتونه از این قسمت دستشو بالا بکنه که امکان میکروفون رو براش فعال کنه. خانم دهقان، امکان میکروفون برای شما فعال هستش. خب گفتن که دنباله ها رو بیشتر توضیح بدین. دنباله حسابی، فرموله که مربوط به دنباله حسابی بود و هندسی بود، یکی جمله عمومی دنباله حسابی، یکی مجموع واسطه حسابی، اینا رو بررسی کردیم. حالا اگر سوال بیشتر رو بخواید اجازه بدیم من ابتدا اونایی که دست بلند کردن رو امکانش رو براشون فراهم بکنم. خب اجازه بده سوالای بیشتر دنباله ها رو بیارم که اونا رو بررسی بکنیم.
چون خیلی ها گفتن که از دنباله ها بله فایل رو میتونیم در اختیارتون قرار بدیم. اجازه بدید من سوالات بیشتر رو بیارم. ببینید اینجا از مدل سازی و دنباله. سوال دو رو ببینید. جاهای خالی را با عبارت مناسب کامل کنید. الف در دنباله منفی یک، منفی چهار، منفی نو تا آخر ضابطه این دنباله میشه چی؟ خرداد 98 بوده. نیم نمره داره. این دنباله اول بگیم که چه دنباله، یه دنباله حسابیه یا دنباله هندسی. نگاه میکنیم ببینیم که جملات به چه صورت داره در واقع تغییر میکنه یا اعدادمون به چه صورت داره پای سر هم قرار میگیره. آیا با عددی جمع یا تفریق شده یا اینکه توی عددی ضرب و تقسیم شده. منفی یک با چه عددی جمع شده یا از چه عددی کم شده شده منفی چهار. منفی چهار با چی جمع یا تفریق شده شده منفی نو. خب منفی یک اگر منهای سه واحد ازش کم بکنم یا منفی یک منهای سه بشه میشه منفی چهار. پس این دنباله میشه یه دنباله حسابی. خب ضابطه دنباله رو اگر بخوایم بنویسیم ببینید جواب رو بیاریم که از روی جواب براتون توضیح بدم. حالا اینجا منفی 4 رو ببینید با منفی 9 اگر مقایسه بکنیم منفی 4 منهای 3 اینجا باید جملات بعدی رو هم در نظر بگیم منفی 4 ولی اگر 3 واحد ازش کم بکنیم به منفی 9 نمیرسه. برای ضرب و تقسیم هم بررسی میکنیم ببینید آیا دنباله هندسی میشه. حالا منفی 9 رو ما اول در نظر نگرفتیم. منفی 1 توی چی ضرب شده شده منفی 4 مثلا میتونیم بگیم توی منفی 4 ضرب شده ولی منفی 4 که توی منفی 4 بخواد ضرب بشه دیگه منفی 9 نمیشه. پس این دنباله نه دنباله هندسیه نه دنباله حسابیه. ولی خب اگر دقت بکنیم به جملاتش این منفی 1 این منفی 4 این منفی 9 انگار که ما شماری جمله رو به توان 2 رسونده باشیم. 1 به توان 2 1 2 به توان 2 4 سه به توان دو نوی منفی هم برشون ضرب شده. یعنی میشه منفی اندو. خب حالا اینو داشته باشه برای قسمت ب جمله چهارم این دنباله رو میخواییم مشخص بکنیم. برای جمله چهارم ضابطه دنباله داده شده فقط کافیه به جای ان بذاریم چهار. مثلا اون مثالی که توی اسلاید آوردیم
دنبال مشخص بود، فقط مثلا دی 4 بود، سی 1 بود، بی 2 بود. اینجا هم آ 4 رو میخوایم. خب آ 4 برابر با 1 دوم ضرب در 4 منهای 5 دوم. 1 دوم ضرب در 4، 4 به 2 میشه 2 منهای 5 دوم، که حاصل رو اینجا می‌نویسیم. ببین مثلا این جمله که مثالش رو توی اسلاید ها آوردیم. سوال 4، جاهای خالی را با عبارت مناسب تکمیل بکنید. یک دنباله تابعیه که دامنه اون، توی تعریف دنباله داشتیم که دنباله تابعی است که دامنش میشه اعداد حقیقی، یعنی شماره جمله میشه در واقع دامنه دنباله. اینجا اعداد حقیقیه. جمله چهارم این دنباله هم کافیه به جای انمون بذاریم 4. منفی 1 به توان 4 میشه مثبت 1. 2 در 4 8، به علاوه 1 9، یعنی میشه 1/9. به اینجا باز توی دیمای 98 سوال اومده که جمله پنجم، یعنی به جای ان 5 باید قرار بدیم، تکراری هست. سوال هفتم به همین صورت. برای دنباله حسابی نگاه بکنیم این سوالی که حل کردیم توی دیمای 97 اومده، توی خرداد 98 هم به همین صورت. سوال دو، مجموع 10 جمله اول دنباله حسابی زیر رو به دست بیارید. 1, 5, 9 تا آخر. خب چطور مجموع این جملات رو به دست میاریم؟ فرمول مجموع رو می‌نویسیم. جواب رو بیارم که در واقع از روی نوشتن بتونید کامل ببینید. SN برابر با فرمول مجموع N دوم، دو A به علاوه N منهای 1 در D. خب SD برابر هست با 10 تا جمله رو میخواست دیگه، به جای N 10 قرار میدیم. 2 ضرب در جمله اول 1 بود، N منهای 1، 10 منهای 1 در D که 4 هستش. 10 دوم 2 به علاوه 10 منهای 1، 9 در 4 که حاصل میشه 190. به جمله اول 1 بود، دیم 4، انم که 10. توی فرمول جمله مجموع جمله دنباله حسابی مقدارهایی که داریم رو جایگزین میکنیم. سوال این بود، جمله اول 5، 1 تا 5 اختلاف مشترک، یعنی دی 4 هست، 10 تا جمله هم که مجموعشون رو ازمون میخواست. این سوال رو دقت بکنید، جمله انوم دنباله های زیر را بنویسید. مورد ب، مورد الف که میتونیم به دست بیاریم مقدار رو، مورد ب رو دقت بکنید، رادیکال 7، رادیکال 7، رادیکال 7 تا آخر. جمله انوم این دنباله چیه؟ این دنباله دنباله ثابته. دنباله ثابت ممکنه تو جا خالی هم بیاد، هم دنباله حسابی محسوب شه هم دنباله هندسی، که تمام جملات همون رادیکال 7 هست، یعنی جمله انوم یا جمله عمومی شه میشه رادیکال 7. خب اگر سوالی یا اشکالی هست میتونید مطرح بکنید. خب گفتن که از فصل 3 به بعد امتحاناتون مطمئن باشید که خارج از کتاب نیستش، یعنی دقیقا بر همون سطح کتابه و حتی ممکنه که اعدادم تغییر نکنه، چون تجربه بارها ثابت شده. امروز هم امتحان تجربی ها دقیقا همون بود، همون مثال های کتاب دقیقا عین کتاب بود، از تمرین ها یا از کار در کلاس ها، فعالیت ها و مثال های کتاب. سوالات هم که از توی کتاب بارها تکرار شده اینجا عنوان کردیم.
نمودار مختصاتی رو یه بار دیگه توضیح میدیم. گفتن نمودار مختصاتی تابع نمایی که داریم وای مساوی با 2x هست، گفته که نمودارش رو رسم بکنید و کاهشی یا افزایشی بودنش رو بیان بکنید. خب اول ما باید رسمش بکنیم که بعد ببینیم افزایشی یا کاهشی. با نقطه یابی نمودار رو رسم میکنیم، یه جدول میکشیم x و y، سه تا مقدار به x میدیم، همین سه تا مقدار کافیه که بتونیم رسم بکنیم. مقدارهایی که به x میدیم منفی 1، 0 و 1. هر تابع نمایی که بهتون داده باشن، چه 2x، چه 3x، چه مثلا 1/2x. خب منفی 1، 0، 1. اگر منفی 1 بذاریم به جای x، 2 منفی 1، توان که منفی باشه میاد توی مخرج، توانش میشه مثبت، میشه 1/2 که 1/2 هست. یعنی y میشه چی؟ میشه 1/2. اگر x رو 0 قرار بدیم، 2 منفی 0 میشه 1، یعنی y برابر میشه با 1. اگر به جای x 1 رو قرار بدیم، 2 منفی 1 میشه 2، یعنی yمون به ازای 1 میشه 2. حالا ما 3 تا مختصات داریم. روی دستگاه مختصات نقطه منفی 1 و 1/2، خب x منفی 1 اینجا، 1/2 هم اینجا مشخص میکنیم، میشه این نقطه. نقطه 0 و 1 مختصات بعدی هست، x 0 و 1 اینجا، 1 و 1/2 رو هم مشخص میکنیم، x 1 y 2. خب این سه تا نقطه رو اگر به هم دیگه وصل بکنیم و ادامه بدیم، نمودار به این صورت میشه. ببین شما شکل کلی نمودار رو باید بلد باشین که به این صورته یا برای کاهش یا برعکسش، به این صورت. اگر که پایه تابع نمایی که داریم بیشتر از 1 باشه، مثلا 2 باشه یا 3 باشه یا 4، هر عددی بیشتر از 1، فرم نمودار به این صورت افزایشیه. اگر بین 0 و 1 باشه، مثلا 1/3 باشه یا 1/2 باشه یا هر عددی بین 0 و 1، نموداری که داریم، ببین همین فرم رو ما به صورت کاهشی رسمش میکنیم. برای رشد و زوال رو هم که بعضی‌ها گفتن مجدد توضیح بدیم، دو تا فرمول داریم. یکی زوال یا کاهش تابع نمایی هست، ولی تابع نمایی یا کاهشه یا افزایشیه. اگر نرخ کاهشی رو به ما داده باشن، این فرمول رو بعد بنویسیم FT مساویه با C/(r) به توان T. خب حالا اینا چه نقشی دارن متغیرهایی که اینجا قرار گرفته؟ C میشه اون مقدار اولیهی که توی صورت سوال داده شده، گفته جمعیت یک روستا در سال 96 2000 نفره. اگر رشد جمعیت روستا با نرخ 1% در حال کاهش باشد، جمعیتش رو در سال 98 بگید. خب مقدار اولیه‌ای که بهمون داده شده باشه، حالا در هر موردی، اینجا در مورد جمعیت، ما باید به جای 30 قرار بدیم 2000. اون نرخی که در حال کاهش هست رو اینجا گفته 1%، 1/100 میشه 1% دیگه، یعنی 100. باید به جای آر قرار بدیم. تی اینجا چیه؟ اون مدت زمانی که تغییرات داده شده و یا بعد از اون از ما خواستن. سال 96 تا 98 میشه چند سال؟ میشه 2 سال دیگه. تیمون، تی همون زمانه. پس تی هم میشه 2. خب توی فرمول تمام متغیرها جایگزین شدن. اینجا دیگه محاسبه است دیگه. 1/100 میشه 99/100 به توان 2 ضرب در 2000. میشه 1960 ممیز 2/10. سال بعد برای تابع نمایی افزایشی یا در واقع رشد تابع نمایی هست، یکی از این دوتا سوال، دو تیپ سوال میاد. جمعیت شهری در سال 2018 حدود 1,000,000 نفر، اگر رشد جمعیت این شهر با نرخ 10% در حال افزایش باشه، جمعیت اون در سال 2020 بگین چند نفر خواهد شد. فرمول افزایشی مثل همون فرمول کاهشی، فقط اینجا به جای منفی که داریم مثبت قرار میگیره. ببینید همین فرمول رو تکرار کردیم، منفی تبدیل شد به مثبت چون افزایشیه. خب سی مگه همون مقدار اولی نیست؟ چرا؟ 1,000,000. آر چیه؟ همون نرخی که داره تغییر میکنه.
اینجا گفته 10%، 10 به روی 100 میشه 1/10، صفر میره 10 ببین به روی 100 که میشه 1/10. تی چقدر؟ 2018 تا 2020، 2 سال. بعضی وقتا مستقیما میگه مثلا بعد از 3 سال یا بعد از مثلا 5 سال، ولی اینجا سالها رو داده، ما باید بازه زمانی رو بگیم که چقدر. حالا 3 اینجا باید 2 مینوشیم توی فرمول، درست نوشتیم به جای تی 2، 1 به علاوه 1/10 میشه 1.1 به توان 2 میشه 1.21 ضرب در 1,000,000 میشه 1,210,000. خب توی دنباله هندسی که خیلی سوال هستش، دنباله هندسی معمولا ببین به این صورت میاد، یعنی دنباله‌ای که داریم از سوالی که مشخص میشه، سوالا معمولا توش اعدادی که میاد کسریه. خب 2/5، 1/5، 1/10 الی آخر، این دنباله هندسیه که در واقع ما نسبت مشترکش رو میخوایم مشخص بکنیم. مورد الف گفته نوع دنباله رو مشخص کن و نسبت مشترک رو بگید. گفتیم که حالا ما اینجا درسته مشخص کردیم دنباله هندسی، تو امتحان که نمیگن، سوال به این صورته نوع دنباله رو مشخص کنید. ما برای تعیین دنباله که آیا حسابیه یا هندسی باید بگیم که اعداد توی عددی آیا ضرب شدن اعداد بعدی، یا اینکه نه با عدد جمع و تفریق شدن. اگر ضرب شده باشن دنباله میشه هندسی و اون مقداری که عدد توش ضرب میشه رو بهش میگیم نسبت مشترک. پس اینجا ببین وقتی گفته نسبت مشترک، یعنی من متوجه میشم این دنباله دنباله هندسیه. اگه گفته بود اختلاف مشترک، یعنی دنباله حسابیه. خب پس حالا که نسبت مشترکه، من برای به دست آوردن مقدارش باید جمله بعدی رو تقسیم بر جمله قبلی بکنم. حالا هر دو تا جمله‌ای که بخواید در نظر بگیرید، مثلا یکی میگه من 1/10 رو تقسیم بر 1/5 میکنم، هیچ ایرادی نداره، مقداری که به دست میاد ثابته. خب 1/5 تقسیم بر 2/5 یا 1/10 تقسیم بر 1/5 هیچ فرقی نمیکنه، تقسیم که بشه نسبت مشترک با آر نمایش میدیم، مساوی هست با 1/5 به 2/5، دور در دور، نزدیک در نزدیک میشه 1/2. دنبالم که گفتیم هندسیه دیگه، چون حرف از نسبت مشترک بود، یا اگر تقسیم بکنیم اینا رو میبینیم که توی عددی ضرب شدن عدد بعد، مثلا 2/5 در 1/2 ضرب شده که میشه 1/5، 1/5 در 1/2 میشه 1/10 و همینطور ادامه پیدا میکنه. جمله عمومی دنباله، دنباله اگر هندسی باشه جمله عمومیش آن میشه آ در آر به توان ان منهای 1. آن که هر جمله از دنباله هست جمله انومشه، آ همون جمله اوله یا آ1، آر نسبت مشترکه، جایگزین که بکنیم جمله اول 2/5 به جای آ، آر 1/2 به دستش آوردیم میذاریم توی فرمول به توان ان منهای 1. از این ساده تر هم نمیتونیم بنویسیم، چون اینجا 1/2 به توان ان منهای 1، ان که مشخص نیست من به توان برسونم، به همین صورت کافیه مجموع 20 جمله اول این دنباله رو به دست بیارید. جمع یه تعداد از جملات دنباله هندسی فرمولش اینه: Sn، S نماد جمع، Sn میشه A در 1 منهای R به توان N تقسیم بر 1 منهای R. 20 جمله رو میخواد، S20 برابر هست با اینجا 10 از S20. A1 چیه؟ 2/5 قرار میدیم. آر چیه؟ 1/2. 2/5 ضرب در 1/1/2 به توان ان 20 هست. پایین هم که 1/ آر 1/2. صورت که از این ساده تر نیازی نیست بنویسید، چون حالا 2 به توان 20 واقعا نیاز به نوشتن نداره. 1/1/2 میشه 1/2. 1/2 با 2/5 رو ساده میکنیم، دور در دور، نزدیک در نزدیک، 2 تا 4 تا، 5 ضرب در 1/5، 4/5. ضرب در چی؟ صورت که به همین صورت داریم مینویسیمش دیگه، گفتیم نیاز نیستش که از این بخوایم ساده ترش بکنیم، تا همینجا کافیه. مجموع جملات دنباله هندسی. خب این سوال رو هم که توی دنباله حسابی ها معمولا راحت تری
با این نوع سوالا توی دنباله هندسی دقت بکنین. دو تا جمله از دنباله هندسی بهتون میدن. جمله سوم نوع جمله ششم 243. جمله دهم این دنباله رو به دست بیارید. فرمول جمله انوم دنباله هندسی چی بود؟ آن مساوی با آیک در آر به توان انمن های یک. اینجا آن میشه آ در آر به توان انمن های یک. جمله اول اینجا هم آر. خب جمله اول اینجا نداریم، آر هم نداریم. ولی چه جمله ای؟ سوم. یکی ازش کم کنیم دو، مقدارش چیه؟ جمله سوم گفته نوع. جمله ششم آ در آر به توان یکی ازش کمتر پنج، مقدارش چیه؟ 243. حالا برای به دست آوردن آر و آ، ما اینی که بیشتره رو، جمله بزرگتره رو، این که این هست، فرمولش رو داریم، سمت راست رو تقسیم بر هم میکنیم، سمت چپ هم همینطور. یعنی آ در آر به توان 5 تقسیم بر آ در آر به توان 2 مساوی با 243 تقسیم بر 9. آ که با هم دیگه ساده میشه، آر به توان 5 با آر به توان 2 میشه آر 3، 243 به 9 میشه 27. سمت چپ آر 3، سمت راست 227 رو داریم. چه مقداری به توان 3 میشه 27 برای که آر رو به دست بیاریم؟ همینه دیگه، آر به توان 3 شده 27. یعنی آر چی بوده؟ 3. بشه 3 و 27 که میشه 3. حالا آر رو داریم، آیک رو باید به دست بیاریم. توی یکی از این فرمولا آر رو قرار میدیم، مثلا تو فرمول بالا. آر رو اگر بذارم 3، 3 به توان 2 میشه 9، آ میشه 9 تقسیم بر این مقدار که 9 هست، پس آیک میشه 1. آر رو دارم، آیک رو هم دارم، جمله اول. جمله دهم رو از من خواسته. فرمول رو می‌نویسم، آدم میشه آیک که 1 ضرب در آر که 3 هست به توان یکی از این کمتر 9. خب 3 به توان 9 ضرب در 1 میشه 3 به توان 9. ببین تفاوتش با دنباله حسابی اینه. دنباله حسابی که دو تا جمله ازش داده شده باشه، اونجا دی رو بلا فاصله من میتونم از این فرمول به دست بیارم. اختلاف مقدار جملات تقسیم بر اختلاف شماره جملات. ولی برای به دست آوردن آر تو دنباله هندسی، به اون صورتی که گفتیم عمل میکنیم، جملات رو سمت راست و چپشون تقسیم بر هم میکنیم تا آر به دست بیاد. خب اینجا هم دی رو که به دست آوردیم، 92 منهای 52 برای دنباله حسابی که شماره 19 و شماره 11 بود، صورت 40 به 8 میشه 5، دی میشه 5. حالا برای جمله سیوم من آیک رو هم میخوام. توی یکی از این فرمولا مثل قبل دی رو قرار میدم تا آیک به دست بیاد. مثلا توی فرمول جمله شماره 11 که میشه 52 برابر هست با آی به علاوه ان منهای 1 ده منهای 11 منهای 1 میشه 10 دی. حالا به جای دی اگر بذارم 5، 52 مساویه با آی به علاوه 10 در 5 میشه 50، 50 رو میبرم سمت چپ، آ میشه 52 منهای 50 که میشه 2. حالا 2 رو دارم آ، دی رو دارم 5. جمله سیوم میشه آن مساویه با آی به علاوه ان منهای 1 در دی، یعنی آی سی برابر با آی که 2 به علاوه ان سی منهای 1 29 ضرب در دی هم که 5 هست. 29 ضرب در 5 میشه 145 به علاوه 2 147. یه سوال خیلی مهم برای احتمالام که این بود، گفتیم تعداد فرزندان یک خانواده که اینجا 3 تا فرزند بود، فضای نمونه رو به این صورت می‌نویسیم. خب ببینید وقتی که تعداد فرزندان رو بهمون داده، مثلا اینجا که 3 تا فرزند هست، ما 3 تایا رو باید بنویسیم. یعنی یه پرانتز باز می‌کنیم، تمام حالت‌هایی که این 3 تا فرزند می‌تونن داشته باشن، یا پسر، یا ببین فرزند اول پسر یا دختر، فرزند دوم همینطور، فرزند سوم هم همینطور. خب چه حالتهایی ممکنه اتفاق بیفته؟ یا هر سه اینا پسره، یا اینکه دوتای اول پسر سومی دختر، یا اینکه دومی دختر دوتای بعد پسر، یا اینکه اولی پسر دوتای بعدی دختر، یا اینکه اولی دختر دوتای بعدی پسر،
یا اینکه ببینید فرزند دوم پسر، دوتای بعدی دختر، فرزند سوم پسر، بقیه دختر یا هر سه دختر. چه احتمالی رو ازمون خواسته مورد بی؟ گفته احتمال اینکه هر سه فرزند از یک جنس باشن. وقتی که ما فضای نمونه رو نوشتیم یا تعداد کل حالت‌ها رو به دست آوردیم، احتمال میشه چی؟ تعداد حالت‌هایی که ازمون خواسته تقسیم بر تعداد کل حالت‌ها. وقتی که هر سه تا فرزند از یه جنس باشه، یعنی هر سه تا پسر باشه یا هر سه دختر باشه. چند تا حالت هست؟ دو تا حالت دیگه. دو به تعداد کل حالت‌ها که 8 هست ساده که بکنیم میشه 1/4. سال بعدی که سکه و تاس بود، وقتی یه سکه و یه تاس رو پرتاب می‌کنین، تعداد کل حالت‌ها، یعنی حالت‌هایی که ممکنه اتفاق بیفته، تمامشو اگر بنویسیم میشه فضای نمونه. فضای نمونه رو اگر تشکیل بدیم، خب تاس رو میاد یا سکه 1، تاس رو میاد سکه 2، تاس رو سکه 3، ممکنه که تاس رو بیاد سکه 4 یا R5، R6. ممکنه که تاس 1 تا 6 باشه و سکه که داریم، بله، تاسمون 1 تا 6 باشه و سکه که داریم پشت باشه به جایی که رو باشه. باز تمام اینا رو باید تکرار بکنیم. P1، P2، P3 تا P6. احتمال اینکه تا زوج بیاد چقدره؟ ببین فقط گفته تا زوج بیاد، نگفته که مثلا سکه رو بیاد یا پشت. ما فقط زوج بودن تاس رو دنبالش میگردیم که 2, 4, 6 هست. حالا فقط همینا کافیه؟ خیر، این ورم باز داریم 2, 4, 6. یه بار برای رو اومدن سکه، یه بار برای پشت اومدن سکه. سه حالت برای رو اومدن داریم که تاس زوج بیاد، یعنی R2, R4, R6. برای پشت اومدن P2, P4, P6. شد 6 حالت. به کل حالت‌ها که 12 هست. پس برای مورد B احتمال میشه 6/12 که میشه 1/2. مورد جیم احتمال این که تاس فرد و سکه پشت بیاد. تاس فرد و سکه پشت یعنی دیگه هر دوتاش محدود شده. حتما ما باید توی وقتی که سکه پشت میاد دنبال حالتهایی بگردیم که تاس فرد هست. آرا رو کلن کنار میذاریم. پی و 1 هر دوتا رو شامل میشه، یعنی هم سکه پشته و هم تاس فرده. ببین گفته و پی و 3 باز این خاصیت رو داره. پی و 5 هم ببین هم سکه پشته و هم تاس فرده. شد 3 تا حالت به کل حالت ها که 12 میشه 1/4. اگر اینجا یا بود دیگه میتونستیم به روا هم مراجعه بکنیم. یعنی اگه گفته بود تاس فرد یا سکه پشت، به این تاس فرد دیگه ما میتونستیم روا رو هم در نظر بگیریم، یعنی R3, R5, R1، یا اینکه پشت 1, پشت 3, پشت 5 میشه چند حالت؟ 6 حالت. یا سکه پشت، سکه پشت هم که باز 6 حالت خودش جدا داشت، یعنی 6 به علاوه 6 میشه 12. کل حالت ها رو بایستی در نظر میگرفتیم. اینجا هم که وقتی زیر مجموعه مجموعه رو میخواییم تعدادش مشخص کنیم، باید حتما از فرمول ترکیب بریم. یه تعداد اعضا داره مجموعه مون، هر زیر مجموعه حالا با هر تعداد عضو که ازمون خواسته، ما باید انتخاب اون تعداد از کل حالت‌ها رو بنویسیم. اینجا مجموعه 2 عضوی رو خواسته که ترکیب 2/5، فرمول ترکیب رو نوشتیم. 5 فاکتوریل به روی 2 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل که تعداد کل حالت‌ها میشه 10. 5 فاکتوریل رو باز کردیم، چون اینجا 3 فاکتوریل رو داشتیم، 3 فاکتوریل رو ازش کشیدیم بیرون. 5 فاکتوریل میشه 3 فاکتوریل ضرب در 4 ضرب در 5. 3 فاکتوریل خودش، 2 فاکتوریل میشه 2. 3 ها با هم دیگه خط میخوره فاکتوریلاشون. اینجا که 2 با 4 میتونیم خط بزنیم، 2 5 تا 10 تا. یا حالا 5 4 تا 20 تا به روی 2 10. هیچ فرقی نمیکنه. یکی میتونم بگه که من خب 5 فاکتوریل رو کلا باز میکنم، یعنی میگم 1 ضرب در 2 ضرب در 3 ضرب در 4 ضرب در 5. هیچ فرقی
نمیکنه. مهم اینه که شما جواب آخری که به دست بیارید درست باشه. مطمئنم برای که سرعت عملتون بالاتر بره بهتره که از این نوع در واقع حل استفاده بکنید و این ساده کردن رو به کار ببرید. مقدار بیشتری از فاکتوریایی که دارید خارج بکنید از اون عدد بزرگه و بعد ساده کنید. این سوال هم که سوالایی که خیلی ممکنه دستکاری بشه به نوعای مختلف و داده بشه، یه تعداد رقم بهتون میدن، مثلا اینجا که 2, 8, 3, 5, 7, 9. به چند عدد 4 رقمی میتوان نوشت؟ 4 تا جایگاه در نظر میگیریم برای 4 رقممون. از سمت چپ شروع میکنیم، چند تا داریم؟ 6 تا. خب اینجا پس من برای این رقم یا میتونم 9 بذارم یا 7 یا 5 یا 3 یا 8 یا 2، هر کدوم از این 6 تا میتونه قرار بگیره. پس اینجا من 6 تا انتخاب دارم. برای جایگاه بعدی، خب ببینید یکی از اینا رو من اینجا میذارم به هر حال دیگه، وقتی میخوام یه عدد بنویسم. اینجا دیگه گفته که عددی که می‌نویسیم رقماش غیر تکراری باشه. پس برای جایگاه دوم چند تا انتخاب وجود داره؟ از اینا اگر من یکی رو اینجا بذارم دیگه 5 تا دیگه رو میتونم اینجا قرار بدم. یعنی 5 تا انتخاب دیگه برام وجود داره. پس این رقم 5 تا انتخاب برش وجود داره. بعدی چی؟ 2 تا رقم رو به توی این 2 تا جایگاه قرار دادم. از 6 تا 2 تاش رفته میشه 4 تا. برای آخرین رقم از 6 تا 3 تاش رفته میشه 3 تا دیگه. خب این عدد کی تکمیل میشه؟ موقعی که تمام رقمای اینو من بنویسم. یعنی رقم اول و دوم و سوم و چهارم. وقتی میگیم و میشه ضرب، وقتی میگیم یا میشه جمع. چون میگیم و پس طبق اصل ضرب باید این حالت ها توی همدیگه ضرب بشه. 6 5 تا 30 تا 4 3 تا 12. 30 ضرب در 12 360. مورد هایی که خیلی باید دقت بکنید، مورد ب هست. چند عدد 5 رقمی فرد؟ خب 5 رقم 5 تا بلوک یا جایگاه رو در نظر میگیرم. وقتی محدودیت برام میذاره باید از اون شرط یا محدودیتی که گذاشته شروع بکنم. ببین بالا هیچ محدودیتی نبود، فقط گفته او 4 رقمی، ولی اینجا گفته فرد. فرد پس من رقم یکان برام مهم هست که حتما فرد باشه. از رقم یکان شروع میکنم. این رقمایی که داریم کدوما اجازه دارن اینجا قرار بگیرن که عددمون فرد بشه؟ رقمای فرد یعنی 9, 7, 5, 3، 4 تا. حالا دیگه استارتمو از اینجا میزنم و بعد میرم مثل قبل به محدودیت تمام شد، حالا میام اینجا. توی رقم اول یا جایگاه اول 6 تا رقم داشتم، یکیشو به هر حال اینجا گذاشتم دیگه. مثلا اگر 7 تا اینجا قرار داده باشم و بخوام یه عدد بنویسم، اینجا دیگه اجازه ندارم 7 تا بنویسم، چون عددم باید رقماش غیر تکرار باشه. 6 تا، یکیش اینجا رفته، چند تای دیگه باقی میمونه؟ 5 تا. حالا ببین 3 تای دیگه موند. این 3 تا جایگاه رو چطور پر کنم؟ جایگاه بعدی از 6 تا رقم دوتاش که برای این دوتا رفته، یعنی دوتاش کم شده، میشه 4 تا انتخاب. جایگاه بعدی از 6 تا، ببین این 3 تا رو من انتخاب کردم، 3 تا انتخاب، و برای این جایگاه تنها انتخابی که وجود داره، تنها رقمایی که وجود داره میشه 2 تا، چون از 6 تا 4 تاش رفت. حالا باز این عدد وقتی تشکیل میشه که همه اینها پر شده باشه، طبق اصل ضرب باید ضرب بکنم. تعداد حالت هایی رو که به دست آوردم 5 ضرب در 4 ضرب در 3 ضرب در 2 ضرب در 4 که حاصل میشه 480 تا عدد با این 5 با این 6 تا رقم میتونم عدد 5 رقمی فرد بنویسم. مورد جیم، چند عدد 4 رقمی که رقم یکان اون فقط عدد 8 باشه؟ باز چون گفته که رقم یکان 8، یعنی محدودیت برای رقم یکان قائل شده، فقط 8، یعنی اجبارم هیچ انتخابی درش نیست، اینجا فقط یک انتخاب دارم. ولی من اینجا قرار نیست که مثلا رقمایی که میخوام رو بنویسم، نه، اینجا تعداد حالت ها رو باید در نظر بگیم که یک حالت هست. دوباره برمیگردم به اینجا، به اولین رقم. از این 6 تا 8 رو که من اجازه ندارم اینجا بنویسم، چون
برای این خونه در نظر گرفتمش، گذاشتمش اینجا. از 6 تا 1 رفته میشه 5 تا، برای جایگاه بعدی از 6 رقم 2 تا رقم رفته 8 اینجا، یه رقم دیگه هم که اینجا به دلخواه میذارم. پس 4 حالت برای این خونه و برای این رقم از 6 تا 3 تاش رفته، 3 تا انتخاب اینجا دارم. 5 4 تا 20 تا ضرب در 3 میشه 60 حالت. به این صورت سوالهای شمارش رو درس اول رو که معمولا دیگه به همین صورتهایی که گفته شده میارم حل میکنیم، جایگاه رو در نظر میگیریم، حالتهایی که محدود کرده ما رو، حالا ببین یا رقم اینجا یا مثلا میگن نوع غذا یا تعداد راههایی که بین شهرها وجود داره. هر حال اگر که صورت سوال عوض بشه توی فرمول کلی یا روش کلی که شما نباید به مشکل بر بخورید. امیدوارم که بهره کافی رو برده باشید. اگر که تمرکز بکنید و استدلال خوبی داشته باشید، این فایل رو هم که ارسال میشه براتون توی گروه های مختلف میتونید مجدد چک بکنید و امیدوارم که امتحان فردا رو به خوبی از پسش بر بیایید. مطمئن باشید که تضمین می‌کنیم که خارج از کتاب هم نیستش، حتی سوال ها ممکنه عیناً همون سوال کتاب باشه. از روی کتاب وقت باقی مانده ای که دارید تمرکز کنید. نمونه سوال های نهایی که مطمئناً دبیراتون براتون ارسال کردن اونا رو هم چک کنید. همیشه موفق باشید، روزگارتون خوش و خدا نگهدار. ممنون از شما سرکار خانم ناصری، زنده باشید. ممنون که وقت گذاشتید و جلسه رو اداره فرمودید.